اطلاعات ضد اطلاعات. حالا من میخوام علت سیکولند و دیر ایران بگم، اگر شماها پشت سر بچه ها نیاین بیرون به زودی و اگر نیاین الان یادتونم به این زر کسی نزنه که بگه رهبری نداریم دولت نداریم، اینا همه چرت و پرته. شما ما که نمیتونیم همه رو بیان به شما بگیم که بلاد اختلافات بندازن، همین الان دارن چه اختلافاتی میندازن تو رسانه ها که همه رو بجون هم بندازن تا ده نفر جمع میشن میخواد یه جور. برای همین اساس من میگم هم رهبری هست هم سازمان نظامی مقتدری پشت این جدن که راه افتاده هست و هم از نظر جهانی با شما هستن مردم. این گول حرفای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که چهار تا بچه جلق میان توی شبکه‌های اجتماعی میزنن نخورید، توهین میکنن به اون نکنید. مثلا فرانس رضا پهلوی را اگه میگن آقا اون این آقا اون خودش زبون داره، یه عده میان دشمنش هم به عنوان مدافعش میان، او خودش بلده خودش دفاع کنه. همه اتحادایی هم که داره متحدینی که داره که نامید برد به شما بگه که ایوید به شما بگه که فردا اونا رو تحصیمشون میدن. پس این شما داشته الان هم هر که میبینه نای شرفی میخواد بیاد نظر بده، میخواد پیشنهاد دارن، برنامه دارن، نامه دارن. نه آقا شما باید الان سربازی کنید، جنگ بایستی در جنگ پیروز بشین، بفهمین که اگر دیر به جنبید اینها با همین امکاناتی گفتم مشتبه خامنه‌ای الان تثبیت تو ایران، تثبیت هست تو ایران، بعد اینا معامله میکنن با غرب و جنوب. البته آقای شرفش اینو من عرض بکنم، دایی خودشو فرستاده با اسرائیل صحبت کرده، قول داده گفته من قدرت بگیرم، مثل الان باباش دیروز اومد گفت هر کی پیش بزرگ من و اینا گریه بکنه بعد حجاب باشه ای بیناد. اینو گفت دیگه حتما شنیدین، گفت اینایی که بعد حجاب هم ولی گریه میکنن و عزاداری میکنن ایب نداره. خب همینطور که اینا الان دارن الان هم روسری رو همونطور که من از قبل عرض کردم الان برای روسری هم دیگه توی ایران مثل سابق ضربه و کتک و اینا میذارن روسری مردم راحت راه میرن. پس گولتون نزنن از نظر خارجی هم بیان بگن، چون اینا میخوان جای پای مشتها رو علنی کنن. با اسرائیل اینا نقشه دارن که سرشو کلا بزنن بگن آقا ما تو رو به رسمیت میشناسیم، ولی تا قدرتشون تثبیت شد اینا نقشه حمله گسترده به خود اسرائیل دارن. اوکراین که الان بهش حمله کرد، روسا که خود جمهوری اسلامی و روحانیت هم نقش بسیار مهمی داشت، میبینیم که از نظر لوجستیک هم داره بهشون کمک میکنه. این پروژه روحانیت حاکم بر ایران بود که اوکراین رو اسرائیل دوم میدونستن حمله کردن. پس اسرائیل هم با اومدن آقای بنیامین نتانیاهو اینا گول نمیخورن که به وعده اینا عمل کنن، فقط میمونه استاد چرفشایی مردم ایران. مردم الان خارجی همه میگن این آقا نخست وزیر کانادا، رئیس جمهور فرانسه، تمام دنیا میگن آقا ما حمایت ما رو میخواستیم، ما که اومدیم که شما کجایی؟ شما کجایی اینجا میلیونی بیاین توی خیابون از بچه هاتون دفاع کنین؟ شما کجایی؟ شما این ملت هست آقای شرفشایی الان که مقصر، ملت ایران. بله این جوان ها دارن وظیفه خودشو انجام میدن، ولی پدر مادران نشستن تماشا میکنن بچه هاشون گیر رژیم بیفته اعدامشون بکنن و حتی براشون دیگه رحم شب چیزی وجود نداره. بچه های کم سن و سال هم اعدام میکنن، میخوان آویزون کنن که تولید وحشت بکنن از این طریق. کسی هم گول نمیخوره که مثلا کنار بکشه عقب بکشه. ولی الان آقای سیاوش عبستان یکی از طرحایی که این بچه‌ها و جوان‌ها و این گروه‌هایی که تشکیل شده برای مبارزه با رژیم باید این باشه که در حال با کوکتل مولوتوف و وسیله درهای زندان‌ها رو بشکنن، زندانیان به یه شکلی بیان همشون بیرون. اینی که بشینیم تماشا بکنیم دونه دونه اینا رو بکنن اون تو رو هم دیگه جا نباشه، حتی کنارهای دیوار اینا نشستن و دراز کشیدن اینا، باید اونجا رو هدف قرار بدین. چند دیدم که یکی از زندانهای در کرج رو تر دارن در حال یه بار حمله کردن درش رو شکستن، ولی باید هم زندان اوین رو یه طرحی درست کنین با انواع کوکتل مولوتوف اینا برین حمله کنین اونجا در اون زندان بشکن. این خبرساز میشه، یعنی رژیم رو دچار وحشت میکنه برای سایر زندان ها. اینی که
باید نشست فکر باید ارائه داد، باید طرح باید ارائه داد و همطور که شما گفتین این پدر مادرها باید یاری بدن به بچه هاشون. آقا تو خیابون همه با هم بیان حرکت کنین، نه حرفی بزنین، نه صدایی کنین، نه شعاری بدین، کسی نمیتونه به شما بگه چی، به شما راه میری دیگه. کار رژیم به اینجا رسیده که مردم راه میرن بگن چرا راه میری. این مسئله رو باید دقت کنیم، به یاری جوان ها رو گیریم، بشینیم تماشا کنیم دو تا محمد قباد و محمد براغانی رو، اینا رو خب اینا رو هم اعدام کرد، همه رو بشینیم بگیم اینا رو اعدام کردن متاسفیم، بچه هامون رو باید بریم سر قبلشون بشینیم گریه کنیم. نه، گریه زاری نداره، مبارزه باید کرد، باید اقدام کرد در اینا. اونا یکی اعدام میکنن، شما یه ضربه ای باید داشته باشیم به اینا وارد کنیم. و اینو که بشینیم تو خونه ها بگیم آه حیف بچه هامونو ببین دارم میکشن بچه هامونو، این چه نه چیزی نشد که. همینه که الان رهبران خارجی آقای سیاوش عربستان میدونه که اعتراض میکنن، میگن چرا مردم ایران اینجور نشستن و تماشاگرن، چرا حرکت نمیکنن؟ شماهای با شماهاییم، شماهایی که این انقلاب آفریدین، شماهایی که این آخونده رو تحمیل کردین که این جوانهای ما رو دارن اینجور اعدام میکنن و میکشن، شماهایی که این شیره ای رو گذاشتین اونجا رهبر مملکت کردین و هیچ اقدامی علیهش نمیکنین، باید حرکت کرد، باید اقدام کرد، باید فعالیت کرد که دنیایی که اینجور دنبال مردم ایرانه بیشتر حرکت کنه، گام های تازه برداره و این خواست ما رو اجرا کنه که تمام سفرهای کشورهای اروپایی از ایران بیان بیرون. این طرح و فکر رو باید هی بدیم، هی ارائه بدیم و بگیم اینا. بله آقای سیاوش عربستان، بله درست میفرمایید استاد چرفشه، واقعا درست میفرمایید. ببینید استاد چرفشه، این نکته ای که بنده امشب باز عرض کردم با همه مطالبی که بارها گفتم که دست اول درست و از نظر استراتژیک باید دنبال بشه خیلی مهمه. الان این جریان محفل مجتبی خامنه‌ای و این عکسایی که ما نشون دادیم و اسماشون هم که به شما گفتم، همه میبینیم قدرت دست این هاست. اینها ما نباید سانسور کنیم. آقای شرفشاهی، یه سانسوری روی قدرت مجتبی خامنه‌ای در این 20 سال اخیر شده که به همه جام سرایت کرده، حتی خود اپوزیسیون داخلی نظام جمهوری اسلامی. شما در نظر بگیرید که آقای کروبی، من براش درود دارم، این مرد رو در برابر خامنه ایستاد، کروبی اولین بار اومد گفت من رفتم پیش خامنه ای، گفتم آقای آقازاده داره چه میکنه چه میکنه، گفت ایشون آقازاده نیست، آیت الله، یعنی مجتهد صاحب رأی. ایشون اینو یک بار گفت. بعد از اون سال 1990 یعنی 11 سال پیش مصطفی سید مصطفی تاج‌زاده اینو گفت، گفت در ایران مجتبی خامنه‌ای داره رهبری میکنه. بعد از اون میر حسین موسوی تو که پریروز اومدی گفتی دوباره بعد قضیه مطرح کردی، ایشون هم اومد گفت. ولی آقای شرفشاهی، همه حتی همین افراد سانسور کردن، اوتو سانسوره که خود این جناح دیگه ای که الان توی ادعای چه میکنه، اینها هرگز نمیان پیکانشون رو تیرشون رو به سوی اون کسی که واقعا داره رهبری میکنه، یعنی خامنه ای هست ولی اسمش مجتبی است، چون سیدعلی مرده نیست. برای همینه که هرچی هم شما دلت میخواد بهش فحش بده، سیدعلی خامنه‌ای فحش بده، سرکوب رو آدمای خودشونه که میگیرن، دو سال یه سال شیش ماه زندان میدن ول میکنن. بچه های ما هیچ کاری نکردن چون تنومندن، قهرمان کارات است، قهرمان کشتی فلان میکشن، چون از بدن اینا هم استفاده میکنن. پس من میخوام اینو بگم آقای شرفشاهی، این سانسور رو در داخل و خارج باید کنار بذارن. فقط آقای محمد سرفراز که قبل از این یکی دو نفر رئیس رادیو تلویزیون بود استفاده داد اومد، ایشون فقط اومده یک مطالبی در مورد مجتبی خامنه‌ای گفته، یا سکرتیر ایشون خانم شهرزاد میرقلی خان، بقیه همه سانسور کردن، اطلاعات خیلی زیاده. فاطمه رفته صحبت کرده با مجتبی، باید اطلاعات کامل بذاره، رهبری رو داره میکنه، سرکوب دست اون هست، تمام یارانش، تمام اینها همون شیوه قادسیه 1600 سال پیش دارن علیه ایرانی انجام میدن. باید من به مردم بگم، نمیگن، خودشون هم سانسور میکنن. بله، بسیار از شما ممنونم، وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین.
با سپاس از شما تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. درود بر شما، بدرود و خدا نگهدار. سپاسگزار کارگردان برنامه مهربان یاران هستم. بسیار ممنون دوستان، بدرود. بدرود به شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود.